بازبینی آمریکا در کمک به پروژه‌های مبارزه با پروپاگاندای حکومت ایران. پروژه دیس اینفو قرار بود اهداف دولت آمریکا را دنبال کند، اما روزنامه‌نگاران را آزار می‌داد. زخم انتخابات سال 88 بر پیکر رسانه‌های ایران، از پلمپ انجمن صنفی گرفته تا رفتن روزنامه‌نگاران حرفه‌ای. و 40مین سال مرگ احمد ظاهر، خواننده‌ای که عاشقان سینه چاکش هر روز بیشتر می‌شوند. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. وزارت خارجه آمریکا گفته است در اعطای کمک‌های مالی به نهادها و پروژه‌های بازبینی می‌کند که با کمک دولت آمریکا با آنچه پروپاگاندای دولت ایران خوانده شده مبارزه می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا به بی بی سی فارسی گفته این تصمیم پس از آن گرفته شده که دولت آمریکا بودجه پروژه ایران دیسینفو را لغو کرد. پروژه‌ای که 200,000 دلار از بودجه 1.5 میلیون دلاری خود را دریافت کرده بود. اما به گفته وزارت خارجه آمریکا، به روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشری در داخل خاک این کشور حمله های توییتری می کرد. جزئیات بیشتر از سام فرزانه. وزارت خارجه آمریکا تایید کرده که به محض اطلاع از توییت های جنجالی ایران دیسینفو، بودجه میلیونی این پروژه را به حالت تعلیق درآورده. ایران دیسینفو قرار بود با آنچه آمریکا پروپاگاندای دولتی ایران می‌خواند مبارزه کند. گردانندگان حساب توییتری آنها اما با منتقدان دونالد ترامپ، روزنامه‌نگاران، طرفداران برجام و فعالان حقوق بشر در آمریکا درگیر شدند. این جدال‌ها در نهایت مقام‌های وزارت خارجه را وارد میدان کرد. وزارت خارجه آمریکا گفته که پروژه ایران دیسینفو به جز توییت کردن کارهای دیگری هم باید انجام میداد، مثل تهیه گزارش، ساخت مستند و همینطور تولید نمودارها و انیمیشن هایی که آمار و اطلاعات بده. یک مقام وزارت خارجه آمریکا به ما گفته که حالا پروژه های از این دست رو دارن دوباره بررسی میکنن تا بدونن که اونها و کسانی که اونها رو میگردونن از خط و خطوط وزارت خارجه فراتر نمیرن. خط و خطوط هم شامل این موارد میشه: حمله به شهروندان یا ساکنان ایالات متحده آمریکا و همینطور کارمندان نهادها و سازمانهای حقوق بشری. تو ماه آوریل من در واقع توییتی نوشتم که دنبال مواردی هستم که شرکت‌های دارویی حمل و نقل یا بیمه نتونستن که مواد اولیه یا دارو رو به شرکت‌های ایرانی به دلیل تحریم‌ها بفروشن و از افراد توییتر خواستم اگر اطلاعاتی دارند خصوصی به من پیغام بدن. این توییت خیلی توجه گرفت و بسیار از افرادم با ما تماس گرفتن. تعبیر گردانندگان ایران دیسینفو از این توییت این بود که توطئه‌ای در کار است. این توییت من رو این اکانت ریتوییت کرده بود و بهش یه چیزی اضافه کرده بود که انگار ما در حال بی‌توجهی به نقض حقوق بشر در ایران و کسانی که در تظاهرات دستگیر شدن یا جانشون از دست دادن هستیم و به جای اون داریم سعی می‌کنیم، فکر کنم عبارتی که به کار برده بود چیزی شبیه این بودش که داریم سعی می‌کنیم که حرفای وزیر امور خارجه ایران آقای ظریف رو ثابت بکنیم. نگار مرتضوی روزنامه نگاری است که الگوی کاری این حساب توییتری را به صورت یک مجموعه منتشر کرد و منبع درآمد آن را هم نوشت. من کاری که کردم اینه که اولا حملات رو یه جا مستند کردم، از همشون اسکرین شات گرفتم چون بعضی از اونها رو بعداً پاک کردن. انتشار این مجموعه در نهایت وزارت خارجه آمریکا را مجبور به معلق کردن این پروژه کرد. ما متوجه شدیم که بخشی از کارشان در محدوده قراردادشان نیست. برای همین هم قراردادشان به حال تعلیق درآمده و یکی از مدیران با آنها جلسه‌ای داشته تا به آنها بگوید که چه کارشان خارج از قرارداد بوده. یک جلسه‌ای بود در کنگره آمریکا بین کسانی که در وزارت خارجه این کشور کار می‌کنند و کارمندانی که در کنگره برای نماینده‌ها کار می‌کنند و اونجا در مورد این پروژه مشخصاً صحبت شده. چه چیزی می‌دونیم از صحبت‌هایی که اونجا انجام شد؟ اختلاف نظر هست بین نمایندگان کنگره که معتقدن اصلا این پروژه نباید ادامه پیدا کنه و به این افرادی که بودجه رو گرفتن نباید بقیه بودجه برگرده، در واقع بودجه تعلیق شده باید به وزارت خارجه برگرده. اما بعضی از نمایندگان وزارت خارجه اشاره کردن که شاید پروژه ایران دیسینفو به اسم ایران دیسینفو که خب الان خیلی بدنام شده رو تغییر بدن، ولی بقیه بودجه رو برای ادامه پروژه اصلی و اهدافش به این افراد برگردونن.
وزارت خارجه آمریکا هویت مدیران این پروژه را اعلام نکرده، اما گزارش‌های رسانه‌ای مریم معمار صادقی را مسئول آن معرفی می‌کنند، یکی از منتقدان سرسخت حکومت ایران در واشنگتن. او در توییتر از جمله خود را با شناسه ایران دیسینفو معرفی کرده. خانم معمار صادقی حاضر به گفتگو درباره این پروژه نشد. بودجه این پروژه 1.5 میلیون دلار برای 2 سال بوده که وزارت خارجه میگوید قبلا بیش از 200,000 دلار آن به طرف قرارداد پرداخت شده. این بودجه را مرکز تعاملات جهانی که بخشی از وزارت خارجه آمریکاست پرداخته. مرکزی که پیشتر دستگاهی کوچکتر در زیرمجموعه کاخ سفید بوده. در روزهای آخر دولت اوباما تصمیم گرفتیم مرکزی رو گسترش بدیم که بیشتر تمرکزش روی پروپاگاندای القاعده بود، تا با گسترش اون به پروپاگاندای روسیه، چین و ایران هم توجه بشه. مرکز تعاملات جهانی از اینجا میاد. این مرکز پروژه هایش را به نهادهای بیرون از دولت واگذار می کند. وزارت خارجه و مرکز تعاملات جهانی به لحاظ قانونی موظف بودند مدام کارهای نهادی را تحت نظر بگیرند که این پروژه را انجام می ده. روشنه که یا این کار رو نکردند یا اینکه خودشون اجازه دادن اینها به چنین محدوده‌ای وارد بشن که آمریکایی‌ها و خبرنگارها رو هدف قرار بدن. حال وزارت خارجه آمریکا میگوید همه پروژه‌های از این دست را بازبینی می‌کند تا مطمئن شود آنها برخلاف ایران دیسینفو مالیات شهروندان را صرف فعالیت‌های خارج از قاعده نمی‌کنند. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن. تأثیرات انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تنها منحصر به سیاست و سیاستمداران نبود و قشرهای مختلف جامعه ایران پس از این انتخابات تحت تأثیر قرار گرفتند. روزنامه نگاران هم مانند سایر عرصه‌ها گرفتار کش و قوس‌های پس از این انتخابات شدند. شرایط روزنامه نگاران و روزنامه نگاری پیش و پس از این انتخابات کاملا دگرگون شد. سطح آزادی بیان و رسانه‌ها به فاصله 48 ساعت چنان افول کرد که هیچ از تصورش را نداشت. حنیف مزروی نگاهی انداخته به تأثیر انتخابات سال 88 بر روزنامه نگاران و روزنامه نگاری ایران. دهمین انتخابات ریاست جمهوری سال 88 زلزله‌ای در فضای سیاسی ایران به پا کرد. زلزله‌ای که وضعیت آزادی بیان و روزنامه نگاران را هم تحت تأثیر خود قرار داد. شرایط روزنامه نگاران و روزنامه نگاری پس از انتخابات نسبت به قبل از آن کاملا دگرگون شد. اصلا انتظار چنین برخورد یا چنین رفتاری رو نداشت. یادمه که روز 24 خرداد بود که اتفاقا من رفتم تحریریه و طبق معمول کار روزنامه نگاری حدودای ظهر رسیدم به تحریریه روزنامه و اونجا متوجه شدم که یه تعدادی از افراد روزنامه نگارا رو اونجا گرفتن. حال ما یه فضای ملتهب رو احساس کردم، ولی باز اینقدر این فضا برای من در واقع کاری که خودم انجام میدادم و تو فضایی که بودم اینقدر عادی و روتین بود که اصلا انتظار نداشتم که ممکنه که من رو هم بازداشت کنن، به خاطر اینکه من احساس نمیکردم اصلا تخلفی انجام شده باشه. سرکوب و دستگیری و توقیف تبدیل به روالی شد که کمتر کسی تا پیش از انتخابات تصورش را داشت. ویزای خبرنگاران خارجی حاضر در ایران که برای انتخابات صادر شده بود لغو و از آنان خواسته شد که ایران را ترک کنند. شبکه‌های اجتماعی یکی پس از دیگری فیلتر شدند و در یک هفته پس از انتخابات روزنامه‌های صدای عدالت، کلمه سبز، اعتماد ملی توقیف شدند و این آمار تا پاییز به 9 روزنامه رسید. به سایت‌های پرمخاطبی حمله سایبری شد. فعالیت سایت‌های کلمه، قلم سبز، جمهوریت و نوروز و شمار دیگر متوقف شد. بر اساس آمار کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران، پیش از انتخابات کمتر از 9 روزنامه‌نگار در زندان بودند، اما در فاصله 26 روز پس از انتخابات این تعداد به 39 نفر رسید و ایران را تبدیل به بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران جهان کرد. سیر صعودی روزنامه‌نگاران زندانی تا 3 سال پس از انتخابات ادامه داشت. بازداشت هایی که بعد خرداد 88 بعد انتخابات 88 انجام شد بسیار خشونت آمیز بود، اما یک مؤلفه خشونت آمیز بودنش بستگی داشت به وقایع بیرون از زندان، وقایعی که مردم، تظاهرات مردم بود. برای مثال بعد 25 خرداد به شدت بازجویی ها خشونت آمیز شد،
بعد از دوران بازجویی و بعد دوران زندان و محکومیت هم این برخوردها کماکان ادامه داره و تموم نشده برای خیلی از آدم‌ها این برخوردهای بعد 88. تنها نهاد صنفی مدافع حقوق روزنامه‌نگاران هم 2 ماه پس از انتخابات برای همیشه توسط قاضی سعید مرتضوی پلمب شد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در گزارش سال 2010 خود تعداد روزنامه‌نگاران دستگیر شده تا ابتدای سال 89 شمسی را 100 نفر دانسته است. ما بارها از سفارت ایران در بروکسل درخواست مجوز سفر به ایران برای دیدار با همکارانمان و هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به عنوان تنها نماینده ما در ایران داشتیم که به این درخواست ها هیچگاه پاسخی داده نشده است. وضعیت اما برای بسیاری از روزنامه‌نگاران پس از آزادی به مانند قبل نشد. بسیاری از روزنامه‌نگاران پس از گذراندن دوره محکومیتشان امکان کار دوباره در این حرفه را نیافتند. اما در این بین هستن کسانی که سابقه 15 تا 20 سال فعالیت حرفه‌ای مطبوعاتی دارن، اما بعد از آزادی از زندان به جرئت بگم حتی یک مورد پیشنهاد کاری متناسب با سابقه حرفه‌ایشون دریافت نکردن. موج مهاجرت روزنامه‌نگاران پس از سال 88 شدت گرفت. طبق آمار نهادهای بین‌المللی در فاصله بین سال‌های 88 تا 92 بیش از 100 روزنامه‌نگار از ایران خارج شدند. سال 88 من مسئولیت بخش آنلاین روزنامه فرهیختگان رو داشتم. فردای اون روز هم مدیر مسئول این روزنامه من رو اخراج کرد. قدری که ماجراها پیش رفت، اون بازجویی که همسر من رو بازجویی کرده بود به من هی زنگ می‌زد، به هر حال گفتگو می‌کرد و من شستم خبردار شد که احیاناً اینها قصد دارن تا بنده رو هم بازداشت بکنن. اینطور شد که بعد از حوادث عاشورای سال 88 من تصمیم گرفتم به این که به کسی بگم جز بسیار دوستان بسیار نزدیکم از ایران خارج بشم به قصد مالزی، و این نیت رو هم نداشتم که طولانی مدت از مملکت دور باشم. در مورد شرایط روزنامه نگاری بعد از 88 مهمترین اتفاقی که یعنی حوادث سال 88 من بازداشت های گسترده خیلی از روزنامه نگارای حرفه‌ای یعنی یک خب حتی اونجا به یک سری بازداشت های روزنامه نگارای حرفه‌ای شد. خیلی ها که تا اون موقع مثلا ایران بودن از ایران رفتن، ارتباطات یه حدی قطع شد. این باعث شدش که اون یک گپ بزرگی تو روزنامه نگاری به وجود بیاد، یعنی ما دچار یک خسرانی بشیم. شرایط برای روزنامه‌نگاران پس از زلزله 88 هیچگاه به مانند قبل نشد. بازداشت، زندان و تهدید و رعاب و خودسانسوری تبدیل به یکی از روزمره‌های روزنامه‌نگاران پس از انتخابات جنجال برانگیز سال 88 شده است. حنیف مزروعی، بی بی سی. بسیاری از خوانندگان و آهنگسازان هم در واکنش به اعتراض‌های پس از انتخابات 1388 آهنگ ساختند، قطعاتی که برخی از آنها بیشتر در یادها مانده. اما در راهپیمایی‌های پس از انتخابات 88 ترانه‌های قدیمی‌تر مثل سر اومد زمستون و یار دبستانی زیاد شنیده می‌شد. کاوه مشکات نگاهی انداخته به ترانه‌های ساخته شده در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات و علت استفاده از ترانه‌های انقلاب 57 در این دوران. جناب آقای محمود احمدی نژاد با 24,527,516 رأی ترانه‌ای که مانند چند سرود دیگر از سالهای پر التهاب انقلاب ایران گذشت و به خرداد 1388 تهران رسید. در سال 88 آدم به موسیقی که نگاه میکنه میبینه واقعا اون درخواستای 57 هم دارن همش بازگو میشن. خیلی از اشعار و آهنگای 57 دارن دوباره بازگو میشن، ریسایکل میشن به نوعهای مختلف، چه روی ویدیوهای جدید گذاشته میشن، چه اصلا هنرمندا دوباره بازخوانی میکنن به سبک‌های جدید، مرغ سحر، همراه شو عزیز، یار دبستانی من، ای ایران. یار دبستانی من، با من و همراه منی،
یار دبستانی تنها ترانه‌ای نبود که جریان اعتراضی بعد از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از آن سالها وام گرفته بود. این ترانه سعید سلطانپور که ملودیش از یک ترانه ارمنی وام گرفته شده بود در سالهای پس از انقلاب در ذهن و زبان بسیاری مانده بود. قطعه‌ای که نماد چریک‌های فدایی خلق بود و در دور همی‌ها و کوهپیمایی‌های هواداران آنها زمزمه می‌شد. این ترانه را گروهی از هواداران میرحسین موسوی پیش از انتخابات 88 استفاده کردند که با اعتراض هواداران قدیمی چریک‌های فدایی روبرو شد. اما با شدت گرفتن اعتراض‌های خیابانی، مخالفت چریک‌های فدایی هم تا حدی فروکش کرد و این سرود به یکی از نمادهای جنبش سبز تبدیل شد. حالا چهار تا خس و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن. خس و خاشاک توی دشمن ایران توی خس و خاشاک توی پستر از خاک توی اون خس و خاشاک توی پستر از خاک توی شور منم نور منم عاشق رنجور. موسیقی اعتراضی در ماه‌های بعد از 22 خرداد سال 88 نبض زمان خود بود. ترانه هایی که واکنشی مستقیم بودن به رویدادهای سیاسی روز. رفتم سراغ فیسبوک، عکس‌ها رو که دیدم منقلب شدم، اشک می‌ریختم و کاری که کردم فقط این بود که سازمو برداشتم و گفتم من باید یه کاری بکنم. همینجور که داشتم عکس‌ها رو هم می‌دیدم دیدم یه کاغذی نوشته آن خس و خاشاک توی پستر از خاک توی، دیدم دست مردم اینا، این نمیدونستم جریان چیه ولی میدونم مردم این رو در دست دارن. دو بار، سه بار، چهار بار که دیدم یک حال هوای اشعار مولانا رو به من میده از در اون فضا نوشته شده و دنبال این جریان که خس و خاشاک چیه میگشتم و متوجه شدم که در روزهای گذشته همچین صحبتایی شده بود آقای احمدی نژاد. من فکر میکنم این موسیقی مربوط به اون زمان بود و موندگار خواهد شد در ذهن مردم از اینکه ساکت نشستم، حرفم رو به عنوان یک هنرمند، وظیفه خودم رو انجام دادم، ولی اینکه موندگار خواهد شد به عنوان یک اثر هنری، نه. من اعتراف میکنم نباتی و نکام بود، نسخ بود و پنک اون نبیچش تنام. در این دوره ترانه سرودهای زیادی ساخته شد، قطعاتی که گاه با طنزی تلخ به نحوه مقابله حکومت با معترضان از جمله اعترافهای اجباری بازداشت شدگان میپرداخت. من اعتراف میکنم تو خدا فقط بزن، چه کار کرده مادرم، چه کار کرده پیرزن. استفاده از عناصر مذهبی هم در آهنگ‌ها و هم در شعارهای جنبش سبز تداعی کننده روزها و شبهای انقلاب 57 بود. الله اکبرهای شبانه و شعاری که امام سوم شیعیان ترجیع بند آن است. تاریخ شیعه و فرهنگ شیعه در جامعه ما ریشه‌های خیلی عمیقی داره و مفاهیم خیلی مهم و عمیقی داره و این مفاهیم در واقع برابر هستند با اون اهدافی که مردم چه در انقلاب 57 در جنبش سبز 88 داشتن و این مفاهیم همون ارزشایی که در گفتمان ما، در تحلیل ما امام حسین دنبالشون بوده و جان خودش رو از دست داده در کربلا و بخاطر این فکر میکنم خیلی عجیب نیستش که این مفاهیم شیعه درون این موسیقی هست. یزید خفته دوران ز گور کهنه اش برخاست. دیدن تصاویر زیر گرفتن و کشتن شبنم سهرابی زیر چرخ ماشین امنیتی ها واقعا امون من رو بریده بود. کاغذ و خودکار رو برداشتم و نوشتم میان ظهر عاشورا
یزید خفته دوران ز گور کهنه‌اش برخاست به قصد قتل دلداران. تا پایان اون روز این ترانه به همراه موسیقی کامل شد و چند روز بعد هم از طریق وبلاگم منتشر شد. در تیر 1388 محمد رضا شجریان بار دیگر نشان داد که موسیقی سنتی ایران همچنان میتواند نوای اعتراضی تولید کند. او که همراه با گروه چاوش در بحبوحه انقلاب شبنورد را خوانده بود، تفنگت را زمین بگذار، از کنار گذاشتن تفنگ میگفت. تفنگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار. ترکیب صدای محمد رضا شجریان و پیام انسانی شعر فریدون مشیری ترانه‌ای را به وجود آورد که به یکی از آثار ماندگار این دوره تبدیل شد. بهترین مقایسه 57 و 88 و اینکه 57 یک حرکت ساختار شکن عظیم بود و 88 در واقع یک حرکت اصلاحات، آدم این مقایسه رو میتونه در شخص آقای شجریان ببینه، آقای استاد محمد رضا شجریان که در سال 57 خون تفنگم را بده تا ره بجویم که هر کی عاشق پایش به راهه، و در 88 خون تفنگت را زمین بگذار، یعنی کاملا میگه که حرف متفاوت. و در 88 ایشون خواندن که بیا بشین با همدیگه صحبت بکنیم و در واقع این اختلافی که داریم بین همدیگه بتونیم حل بکنیم. 10 سال گذشت. سازندگان ترانه های اعتراضی پس از انتخابات 88 میگویند که آثار آنها تکرار خواسته های انقلاب 57 بود با یک تأخیر 30 ساله. قطعاتی که برخی با آن گریستند، مشت گره کردند، ناسزا گفتند. گروهی هم به پدید آورندگان این ترانه ها لقب فتنه‌گر دادند. اما تنها گذر زمان میتواند سنگ محک مناسبی برای سنجش ماندگاری این آثار باشد. کاوه مشکات، BBC. 40 سال پس از مرگ احمد ظاهر، خواننده مشهور افغانستان، آهنگ‌های او هنوز طرفداران زیادی دارد. بسیاری او را نمادی از افغانستانی می‌دانند که شکوفا بود و دور از جنگ. صادق فطرت، معروف به ناشناس، معروف‌ترین خواننده همدوره او بود. او می‌گوید موفقیت احمد ظاهر رشک برانگیز بوده. جزئیات بیشتر از سهراب سیرت. لیلی 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 جان 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 دل مکر دیوائی. 40 سال از خاموشی این هنجرک گذشت، اما گذر زمان صدایش را کهنه نکرد. خدا قوت یاره، قرآن نگهداره. احمد ظاهر هنوز محبوب ترین خواننده تاریخ افغانستان است. سخی مددگاره. صدای او در این سالن دهه 70 میلادی خفه نشد. عاشقان سینه چاکش در زمانی که بود و خریداران شیفتش در زمانی که نیست هر روز بیشتر شد. صدای الویس پریسلی افغانستان چه داشت که از او الماس شرق ساخت؟ ناشناس 84 ساله همروزگار احمد ظاهر و از سرآمدان موسیقی افغانستان که سالهاست در لندن زندگی میکند. او به حرف اعتراف میکند که نیم قرن آن را با خود نگه داشته بود. یک جنون داشت برای موسیقی. احمد ظاهر جنون داشت برای موسیقی. و چیزی که برای ما قابل کوشش میکردم که نگویم امی گپه، مگر ما گفتیم امی چیزه که حسادت داشتم ما و رشک می بردم تفاوت بین ما و از دو. ما هم موسیقی را به حد جنون دوست داشتم و او هم به حد جنون بود. کاری ما ندیدیم که او را از روی کتاب ای کرده باشه. بلکل هم چیز
نهادش بودم چیزی که فکر میکرد امی درست امو کار میکرد و تصادفا یا شاید علما امو کارش درست هم بوده باید امی رقم میشنیدم که پدرش زیاد موافق نبوده کچ اما یا قانه ساخته بودش یا بالاخره فهمیده که رای خود خودش انتخاب میکن کابل در دوره احمد ظاهر گل و گلزار بود او در یک نامه صوتی از یکی از بستگانش که در خارج است میخواهد به کابل برگردد خواهد اونجا هست خارج هم به این کابل پس گمشک و ایران انتصال چی میکنی نمیشه خوب است گمشک کابل چی هوا مایمل بخیر خوب میشم 33 سال زندگی احمد ظاهر برهه‌ای از تاریخ شکوفای افغانستان است حالا نام افغانستان با جنگ ره خورده جنگ و دیگر هیچ کسی که نمادی از افغانستان مدرن و آرام شد برای محافظه‌کاران سنتی و مذهبی حتی گورش هم قابل تحمل نبود مرگ من روز فرا خواهد رسید طالبان که شنیدن هر نوع موسیقی را ممنوع کرده بودند گور احمد ظاهر را منفجر کردند ای سرود واپسینم بعد از طالبان آرامگاهش دوباره با سنگهای سخت‌تر ساخته شد احمد ظاهر به واپسین سرودش رسید اما در عمر کوتاهی که داشت با صدایش نسل‌ها را به هم وصل کرد سهراب سیرت بی بی سی ممنون که با ما همراه بودید تا برنامه بعد بدرود